بنا به اعلام سازمان ملل متحد 16 نفر از کارکنان این نهاد که در جمهوری دموکراتیک کنگو به گروگان گرفته شده بودند آزاد شدند حدود 100 نفر از پناهجویان اهل سودان جنوبی این کارکنان را در پایگاهی در خارج شهر گوما در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو به گروگان گرفته بودند به گفته یک مقام رسمی سازمان ملل متحد گروگانگیران خواستار انتقال خود به کشور سالز شده بودند